کمپانی WWE زمانی که سیستم با قوانین PG جلو نمی‌رفت و TV 14 بود، سطح و لول خشونت مسابقات شوها به تبع بالاتر بود و شاهد خون و خونریزی‌های زیادی بودیم. هرچند که تو دوران PG هم این اتفاق می‌افتاد، اما به شدت اون دوران، یعنی اتیتود ارا و روفلس اگریشن ارا نیست. این ویدیو برای کسایی که رویه لطیفی دارن میتونه جالب نباشه، چون قراره 10 تا از خونین ترین مسابقات این کمپانی رو معرفی کنم. سروایور سریز 2003، اندرتیکر در مقابل وینس مکمن قرار میگیره که نوع مسابقهشون برید الایو یا زنده به گور بود. توی این مچ همون ابتدا، زمانی که وینس به اندرتیکر التماس میکرد که بیخیال مسابقه بشه، تیکر یه مشت میزنه تو پیشونی وینس و خون از پیشونی وینس فواره میزنه، جوری که تمام صورت وینس خونی میشه و راحت میشه گفت نیم لیتر خون از دست میده. تیکر حتی با کابل قصد خفه کردن وینس هم داشت و با بیل محکم زد تو کله وینس و خونریزی وینس رو دوچندان کرد که در آخر زمانی که خواست وینس رو زنده به گور کنه، سر و کله کین پیدا میشه و به داد وینس مکمن میرسه و اندرتیکر با وجود اینکه پوست وینس رو کند و باعث خونریزیش شد، توی قبر افتاد و زیر خاک دفن شد. ونجنس 2005، تریپل ایچ در مقابل باتیستا سر کمربند سنگین وزن که نوع مسابقه هل این سل بود. مچی فوق‌العاده با فیودی قوی بین دو عضو گروه اِوولوشن. تو روند این مچ ابتدا خون از سر تریپل ایچ با کوبوندن سر تریپل ایچ به قفس جاری میشه و بعد تریپل ایچ با دو بار استفاده از صندلی سیمخاردار پیچ کمر باتیستا رو سوراخ سوراخ میکنه و خون از کمر باتیستا جاری میشه، اما باتیستا انتقام میگیره و با همون صندلی میزنه تو کله تریپل ایچ و به صندلی پیوندش میده و خون ریزی از سر تریپل ایچ بیشتر میشه و در نهایت تریپل ایچ هم موفق میشه با زدن DDT به باتیستا روی صندلی سیمخاردار پیچ خون از سر باتیستا جاری کنه و پای پتک معروف تریپل ایچ وسط میاد و زمانی که تریپل ایچ با زنجیر روی تاپروپ خاص روی باتیستا پرشی داشت باشه، باتیستا تنها پتک رو بالا میگیره و پتک میخوره تو فک تریپل ایچ و خون از دهن تریپل ایچ جاری میشه و توی این مچ طلایی همراه با طعم خون، باتیستا با زدن باتیستا بامب کار تریپل ایچ رو تموم میکنه و از عنوان قهرمانی حفاظت میکنه. رسلمانیای 19، هالک هوگن در مقابل وینس مکمن. نوع مسابقه استریت فایت و اگه هالک هوگن ببازه باید بازنشست بشه. مچ این دو به خارج از رینگ کشیده میشه و هالک هوگن با زدن صندلی به کله وینس باعث میشه خون از سر وینس جاری بشه. بعد یه زد و خورد خواست بار دیگه حرکتش رو تکرار کنه که وینس جا خالی میده و صندلی میخوره تو کله گزارشگر اسپانیایی زبان که خون از سر گزارشگر هم جاری میشه و میبرنش و فرصت برای وینس مهیا میشه که انتقام بگیره و با صندلی بزنه تو کله هالک هوگن و نوبت هالک فرا میرسه که خونریزی کنه و توی این مچ که پایپر هم به نفع وینس همه رو سورپرایز کرد و شرایط اصلا به نفع هالک هوگن نبود، اما هالک هوگن تونست کریر خودش رو نجات بده و وینس مکمن رو تسلیم خودش کرد و بعد مچ شین بالا سر پدر اومد و پدر هم تنها انگشت فاک خودش رو سمت هوگن نشونه گرفت. رویال رامبل 2004، تریپل ایچ در مقابل شان مایکلز سر کمربند سنگین وزن. دو دوست و برادر که در مقابل هم قرار گرفتند و نوع مسابقه شون لاست من استندینگ. شان مایکلز اومد خارج از رینگ به روی تریپل ایچ پرشی انجام بده، اما روی میز گزارشگران فرود میاد و این فرود باعث میشه خون از پیشونی و دماغش جاری بشه. بعد یه زد و خورد موفق میشه با زدن صندلی
صندلی به سر تریپل اچ، خون از سر تریپل اچ جاری کن و این دو کشتیگیر با صورت غرق در خون یه مسابقه تماشایی بی نتیجه نشون میدن، چرا که جفتشون همزمان نتونستن تا شماره 10 داور روی پاهاشون بیستند و همچنان تریپل اچ قهرمان باقی موند و بعد مچ جفتشون رو با برانکارد از سالن خارج کردن، اما شان برانکارد رو پس زد و با پای خودش سالن رو ترک کرد. کینگ آف د رینگ 2001 کورت انگل توی این پیپر ویو سه بار مسابقه داد. مسابقه اول و دوم مربوط به تورنمنت کینگ آف د رینگ بود که ابتدا کورت انگل در نیمه نهایی با کمک سرخود شین مکمن تونست کریستین رو شکست بده و در فینال تورنمنت در مقابل اج قرار میگیره و این بار هم شاهد دخالت شین مکمن میشیم که باعث میشه اج کورت انگل رو شکست بده و اج به عنوان کینگ معرفی میشه. در نهایت میرسیم به مچ کورت انگل در مقابل شین مکمن که نوع مسابقه استریت فایت. توی این مچ عالی و تماشایی که جفتشون خوب کار کردند، کورت انگل روی استیج نه یک بار بلکه 4 بار به شین مکمن توی شیشه سوپلکس میزنه و طبیعتاً شیشه کار خودش رو میکنه و داورها شین و کورت انگل خونی و زخمی رو بعد از اینکه کورت انگل توی رینگ شین رو با زدن فینیشر پین میکنه خارج میکنن. رسلمانیای 13 استون کولد استیو آستین در مقابل برت هارت. نوع مسابقه سابمیشن مچ با داور ویژه کن شمراک، مسابقه لجندری و جاویدان در حرفه پرو رسلینگ. توی این مسابقه درگیری برت هارت و آستین به خارج از رینگ کشیده میشه که برت آستین رو پرت میکنه سمت حفاظ یا دیواره کنار رینگ و برخورد شدید آستین با حفاظ باعث جراحت از ناحیه سر آستین در مسابقه میشه، خون از سر آستین فوران میکنه و در همین حال آستین کم نمیاره و سعی میکنه با کابل برت رو خفه کنه، اما برت با زدن زنگ مسابقه به کله آستین خودش رو خلاص میکنه و در آخر آستین زیر فشار سابمیشن برت هارت بیهوش میشه و بدون اینکه بگه تسلیم داور کن شمراک مسابقه رو به نفع برت هارت تموم میکنه و بعد مچ داوری اومد با آستین کمک کنه که آستین با همون حال داغون و مصدوم به داوری که برای کمک اومده بود استانر میزنه و میره. Unforgiven 2006 Degeneration X در مقابل وینس و شین و بیگ شو. نوع مسابقه هندیکپ 3-2 در قفس هل این سل. اولین نفری که خونش جاری میشه شین مکمن، زمانی که شان شین رو به قفس میکوبونه این اتفاق میفته و بعد تریپل ایچ هم وینس رو به قفس پیوند میده و وینس هم شروع به خونریزی میکنه که تریپل ایچ با پیشگوشتی مقدار خونریزی وینس رو بیشتر میکنه و بعد با هم میرن سر وقت بیگ شو، اما بیگ شو کنترل رینگ رو از دستشون در میاره و باعث خونریزی شان با کوبوندنش به قفس میشه. شین مکمن با اجرای کوست تو کوست گوش تریپل اچ رو پاره میکنه و باعث خونریزی تریپل اچ میشه و وسط مچ وینس شلوار رو میده پایین تا شان بوسش کنه، اما تریپل اچ نمیذاره و تایم بیگ شو فرا میرسه و حالی به سیستمش داده میشه و صندلی لا گردن شین میذارند و شان میپره روی گردن شین مکمن و شین خون بالا میاره و در نهایت کله بیگ شو بین پلکان فلزی و صندلی پرس میشه و تنها کسی که توی مچ خونریزی نمیکنه داور مسابقه است و آخر مچ هم که دیکس شلوار بیگ شو رو کشیدن پایین و وینس به چیز خوردن افتاد، اما دیگه فایده ای نداشت و کردنش لاغاچکونه بیگ شو. تریپل اچ و شان مهر تایید استان دارد خودشون رو هم با سویچین میوزیک و پتک به کله و کمر وینس زدند و برنده مسابقه معرفی شدن، جوری که چوب پتک تو کمر وینس شکست و بعد مچ سریع تیم پزشکی اومدن و وینس و شین رو از سالن خارج کردن.
نو مرسی 2002 اندرتیکر در مقابل براک لزنر به همراه پال هیمن سر کمربند WWE نو مسابقه هل این سل. قبل مچ توی شوهای هفتگی براک دست تیکر رو شکونده بود و تیکر هم با دست توی گچ کله براک رو ترکونده بود. در نتیجه جفتشون 100% توی این مچ حاضر نبودند و تیکر همون کار رو تکرار میکنه و با دست آسیب دیدش که بسته شده بود میزنه تو کله براک و خون از کله براک فواره میزنه و حتی پال هیمن که خارج از قفس بود تیکر میگیرتش و کلهشو با بوت میترکونه و باعث خونریزی هیمن خارج از قفس میشه. براک موفق میشه گچ یا هر چیزی که برای حفاظت دست شکسته تیکر بود رو بکنه و یه جورایی تیکر خل سلا میشه و براک با پلکان فلزی دو بار میزنه تو کله تیکر و خون تمام صورت تیکر رو فرار میگیره و خونریزی تیکر به حدی زیاد شد که توی حین مچ روی دوربین فیلمبرداری میپاشید و خون از سر و صورت تیکر شره میکرد و در نهایت براک با زدن F5 تونست تیکر رو شکست بده و از عنوان قهرمانی حفاظت کنه. جاجمنت دی 2005 جان سینا در مقابل جی بی ال سر کمربند WWE نوع مسابقه آی کویت مچ. توی این مسابقه جی بی ال با زدن یه ضربه صندلی باعث میشه خون از پیشونی جان سینا جاری بشه و این حس رو کامل انتقال داد که برای کشتن جان سینا وارد رینگ شده. یا جان تسلیم میشه یا میمیره. روی استیج جان سینا موفق میشه جی بی ال رو شوت کنه توی تلویزیون و شیشه تلویزیون باعث جاری شدن خون از سر جی بی ال میشه و همچنین جان سینا جی بی ال رو به شیشه ماشین خود جی بی ال میکوبونه و باعث خراش و زخم شدن شونه جی بی ال میشه و در آخر جان سینا خواست با اگزوز ماشین داخل جی بی ال رو بیاره که جی بی ال فریاد میزنه تسلیم شده، اما جان سینا کار خودش رو میکنه و قهرمان کمربند WWE اسپینری باقی میمونه. جاجمنت دی 2004 ادی گوئرو در مقابل جی بی ال سر کمربند WWE نوع مسابقه معمولی. این مچ به حدی خشنه که از تیوی 14 گذر کرد و رتبه بندی تیوی ام ای یعنی بالای 17 سال رو داره و وسط مچ این دو داور تصادفی توسط ادی شلوپل میشه و این فرصت به وجود میاد تا جی بی ال با صندلی محکم بزنه تو کله ادی و ضربه به حدی محکم بود که خون از سر ادی به شکل خیلی وحشتناک میپاشه و ادی مچ رو با زدن کمربند به کله جی بی ال با دیسکوالیفیکیشن میبازه، اما کمربند رو از دست نمیده و انقدر با کمربند توی کله جی بی ال میزنه و دو بار با صندلی هم بهش حال میده که جی بی ال هم سرش شاک میخوره و رینگ مچ این دو غرق در خون میشه. راحت یه لیتر خون از این دو توی این مچ ریخته شد و این فقط 10 از مچهایی هستش که توی WWE کشتیگیران خونریزی شدید داشتند. معرفی 10 مسابقه خونین در WWE به پایان میرسه و ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. علاقه داشتید ویدیو رو لایک کنید و اگه مسابقه خونین دیگه از WWE دیدید و میشناسید حتما کامنت کنید و کانال یوتیوب من به نام The Game Triple Six سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید و میتونید از طریق سایت raymit.ir/thegame6 دونیت کنید و تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.